بنیاد جهانی آیت الله شیرازی خطاب به اجلاس سران کشورهای عربی در تونس بیانیه صادر کرد در این بیانیه که نسخه از آن به شیعه ویوز رسیده آمده است در شرایط کنونی بیشترین فشارها بر جوامع مختلف خصوصا جوامع عربی حاکم است این بیانیه در ادامه آورده سران کشورهای عربی در تونس برای یافتن راه برون رفت از بحرانهای کشورهای عربی و ملتهای این کشورها در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی گوناگون به گفتگو بپردازند. شرایط مسیبت باری که به عقیده بنیاد جهانی آتالله العظما آثار منفی آن های آینده را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. این سازمان حقوق بشری افزود مسئولیت شرعی، میهنی، قومی، قانونی و اخلاقی بر عهده سران، حاکمان و دولتمندان شرکت کننده در این اجلاس است و بدیهی است که در شرایط فعلی این صاحبان قدرت باید تصمیماتی مفید و شجاعانه در تمام عرصه بگیرند تا ملت خود را از وضعیت اسفواری که با آن دچار هستند نجات دهند تصمیماتی که تنها با راستی و رهنمود گرفتن از مبانی و اصول اسلام پاک و پایبندی به پیمانهایی که تضمین کننده احترام به حقوق انسان و نهادین کننده فرهنگ شهروندی است ممکن خواهد بود این بیانیه با پرداختن به تنوع قومی، دینی، مذهبی و فرهنگی کشورهای عربی آورده این تنوع ها باید عناصری برای ایجاد توان و قدرت جوامع باشد ولی با کمال تأسف به عاملی برای فروپاشی خارجی و داخلی این کشورها بدل شده و اشتباه جنگ و دشمنی میان اعضای جامعه عربی بیگانگان را به طمع ورزی درباره این کشورها و بیمقدار شمردن ملتهای آن ترغیب کرده است بنیاد جهانی آتولال ازما شیرازی در پایان بیانیه خود نقش منفی حکام برخی کشورهای عربی در بی به خردورزی مبتنی بر کسرگرایی، دموکراسی، آزادی بیان، حق اعتراض و سایر حقوق شهروندی را نکوهش کرده و اعطای این مطالبات به شهروندان را باعث شکوفایی کشورهای عربی برشمرده است.